بیستمین روز تیر ماه برابر با 11 ژوئیه سال 1192 خورشیدی برابر با 1813 میلادی، زادروز هنری بسمر، مهندس و مخترع انگلیسی. هنری بسمر صنعتگر انگلیسی که تحصیلاتش را در رشته مهندسی به پایان رسانده بود، برای توسعه تولیدات آهن و فولاد و چدن، کوره‌های بلند ذوب فلزات را اختراع نمود. بسمر توانست به وسیله کوره مخصوص که با جریان هوا کار می‌کرد و آهن ناخالص مذاب را بدون کربن می‌نمود، فولاد عالی به دست آورد. از این رو این کوره به اسم او به نام کوره بسمر معروف است. وی با این اختراع اساس صنایع انگلستان و جهان را دگرگون ساخت و تحولات شگرفی در این عرصه ایجاد کرد. سال 1288 خورشیدی برابر با 1909 میلادی، حمله مشروط طلبان برای تصرف تهران. هرچند محمد علی شاه پس از رسیدن به سلطنت فرمان مشروطه را امضا نمود، اما از همان روزهای ابتدا شروع به مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان نمود و به بهانه‌های مختلف در صدد از بین بردن آن برآمد و سرانجام هم به بهانه ترور ناموفقش مجلس شورای ملی را به توپ بست و مجاهدان و مشروطه خواهان را سرکوب نمود. این عمل شورش‌های متعددی را در شهرهای گوناگون ایران برانگیخت و باعث شد تا مشروط خواهان تصمیم به فتح تهران و خلع محمد علی شاه از قدرت بگیرند. نخستین جنبشی که برای فتح تهران و برکناری محمد علی شاه قاجار به عمل آمد، از ناحیه محمد ولی خان تنکابانی، سپهدار اعظم و یاران او بود. سردار اسعد بختیاری معروف به سمسام السلطنه پس از چندی به او ملحق شده و پس از درگیری با قوای دولتی وارد تهران شدند. این درگیری ها در تهران هم ادامه یافت تا سرآخر محمد علی شاه که خود را در برابر آزادی خواهان و مشروط طلبان ناتوان می دید، به سفارت روسیه پناهنده شد. سال 1351 خورشیدی برابر با 1972 میلادی، درگذشت عبدالرحمن فرامرزی، مدیر روزنامه کیهان، نویسنده، سیاستمدار و نماینده چند دوره مجلس شورای ملی. عبدالرحمن فرامرزی که در گچوگیه یکی از دهستانهای منطقه فرامرزان، از توابع بخش جناح شهرستان بستک هرمزگان به دنیا آمده بود، در سنین جوانی عازم کشور بحرین شد و در مدارس آن دیار تحصیلاتش را تکمیل نمود. وی که ادبیات فارسی و عرب را به خوبی فرا گرفته بود، به فرانسه هم آشنایی داشت و هرچند شاعر بود و توانایی سرودن شعر را داشت، اما کم ولی سنجیده می سرود. فرامرزی در مجلس 17 که اکثریت آن در اختیار جبهه ملی بود، در فرکسیون اقلیت به مخالفت با دکتر مصدق پرداخت و در خطابه ای از رویه عوامگرایانه محمد مصدق به سختی انتقاد کرد. از عبدالرحمن فرامرزی چندین کتاب به جا مانده که برخی از آنها عبارتند از قضیه فلسطین، ترشحات قلم و دستور زندگانی. عبدالرحمن فرامرزی سرانجام در تهران دیده از جهان فروب است. We'll be right back.